خودرو، کالایی که حواشی آن حد و مرزی ندارد و سالهاست بازار پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد. ظاهراً کسی هم نمی‌تواند یا دست کم نخواسته این بساط را جمع کند و این جریان محدود به یک دولت هم نیست. سال 1397 شروع انفجارهای تازه در قیمت خودرو بود و سهم خود را در تورم بالا برد، به طوری که تورم حوزه حمل و نقل که عامل اصلی آن قیمت خودروست در آذر امسال به بیش از 42% رسید و در آذر سال قبل هم 62% بوده و در مقاطعی هم بیشتر از اینها بوده. افزایش نرخ ارز، انحصاری بودن بازار خودرو و عدم واردات، کمبود عرضه و البته جولان دلالان و مافیای خودرو از دلایل گرانی این محصول در ایران است، اما برخی کارشناسان هم نظر دیگری دارند. فربد زاوه معتقد است این تورم است که قیمت خودرو را دنبال خود می‌کشد، که آن را هم باید در سیاست‌های پولی دولت در سال‌های اخیر، کسری بودجه و خلق پول جستجو کرد. سهم ارزی خودرو سازان آنقدر بالا نیست که عامل اصلی گرانی باشد، بلکه این جو روانی و فضای سوء استفاده از آن است. خیلی به من میگن، میگن آقا دلار 13 تومان بود، پراید شد مثلا 105 شد 60 میلیون تومان. الان مثلا دلار شده 27 تومان، باید بشه مثلا 120 میلیون. چرا 180 میلیونه؟ یا مثلا میگن دلار 30 تومان شده بود، این بود 60 تومان. دلار شد 25 تومان، چرا شد 150 تومان؟ دلیلش اینه که این کالا داخلیه. کالا داخلی اصلا به شما کاری نداره. اون به تورم پولی میره بالا، به نرخ ارز کاری نداره اصلا. نرخ ارز خودش کالاست. انحصار و قیمت‌گذاری خودرو از کلیدواژه‌های مهم بازار خودروست. گریزی به گذشته نشان می‌دهد، به ویژه در دهه 90 شورای رقابت به استناد سیاست‌های اصل 44 تأکید بر انحصاری بودن بازار خودرو داشته و مدعی شکستن آن بوده و در مقاطع مختلف به قیمت‌گذاری ورود کرده، ولی عملکرد آن به نحوی بود که از خریداران تا خودروسازان رضایتی نداشتند و این شورا نتوانسته گامی مثبت در این راستا بردارد. خب این توی 12 سال 14 سالی که این ایده شورا از سازمان حمایت اومد شورای رقابت، سوال اینه که چه گامی برداشتین برای شکوندن انحصار؟ مگه شما نمیگین انحصاریه؟ یه سال قیمت بذارین، دو سال قیمت بذارین، چه کردین که انحصار بشکنه؟ آیا جلوی منیت واردات رو که دولت گرفته بود رو رفتین جلوش وایسین بشکنین؟ آیا پروسه های صدور گواهی های پروانه های تولید رو آیا رفتین تغییر بدین؟ آیا رفتین آزادی سرمایه گذاری ایجاد کنین؟ آیا رفتین تسهیل کنین فرآیند کسب و کار؟ هیچ کدوم اتفاقات نیفتاده. حتی سراغ قیمت گذاری. و قیمت گذاری اصولا اصلا خاصیتی نداره. یعنی شما نرخ دستوری بازار کاری به نرخ دستوری شما نداره، اصولا به نرخ خودش میره تنظیم میشه. لذا شورای رقابت نه ایده جدیدی بود، نه خدمت شما عرض کردم که کارا بود. به نوعی من همیشه میگم در مورد این سازمان ها، چون الان از شورا گرفتن به سازمان حمایت هم ندادن، دادن به ستاد تنظیم بازار. ببین اینا معنیش این هستش که پزشکی که داره بیمار رو میخواد درمان کنه قائل به تشخیص اشتباه نیست، دائما فکر میکنه دستیاراش اشکال دارن، هی اونا رو میخواد عوض کنه. یه روز اسمش میذاره سازمان حمایت، یه روز اسمش میذاره شورای رقابت، یه روز میذاره ستاد تنظیم بازار، و تاش هم به این نتیجه میرسه که اینها همه آدمای بی خاصیتی هستند، اگه دشمن نباشن تازه. از بازیگران اصلی این بازار خودروسازان هستند که هیچ وقت هم راضی نیستند. گزارش ها از حدود 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان حکایت دارد، زیانی که عمدتاً ناشی از عملکرد خودشان و سرمایه گذاری های بی نتیجه شان است و شورای رقابت می گوید خودروسازان نمی توانند این زیان را از مصرف کننده دریافت کنند، آن هم در شرایطی که حتی به تعهدات خودشان پایبند نیستند. مثلا در برنامه های پیش فروش خودروها بخشی از مبالغ از خریدار دریافت می شود، اما هیچ تضمینی برای تحویل خودرو در موعد مقرر نیست، یا وعده های افزایش تولید که محقق نمی شود، یا سطح پایین کیفی خودرو که دیگر مثل روز روشن است. با وجود اینکه وضعیت صادرات امسال نسبت به سال قبل داره بهبود پیدا می کنه و به وضوح بهتر هست و انشاءالله سال آینده ما رونق بیشتری خواهیم داشت، بازم ما باید مدیریت کنیم و مواظب باشیم که منابع ارزی کشور صرف کار لوکس نشه. جالب اینجاست که استانداردهای خودروسازی در ایران با کمک خود خودروسازها تهیه و ابلاغ می شود، اما سازمان ملی استاندارد می گوید خودروسازان حتی حداقل های استاندارد را هم رعایت نمی کنند.
میشه گفت که این خودرو از لحاظ ایمنی خودروی بسیار قابل اطمینانی هست و قابل اعتماد و پایه‌ای هست برای تولید خودروهای آتی ما. اما برنامه دولت در این باره چیست؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا ساماندهی بازار خودرو را از برنامه‌های محوری‌اش عنوان کرد، ولی تا امروز 5 ماه از فعالیتش گذشته و اقدام مؤثری انجام نشده. در ماه‌های اخیر قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار محول شده، اما نتیجه‌اش این شد که در قیمت‌گذاری دستوری جدید رشدی بیش از فرمول شورای رقابت اعمال شد. یعنی اون مدیری که داره دفاع میکنه از دو قیمت بودن، معنیش اینه که سهم میخواد، هیچ معنی دیگه ای نداره. برای اینکه به هر شکل ما تصور کنیم تمام 2,200,000 دستگاه ماشینی که در 3 سال گذشته به قیمت با تفاوت 50% با بازار، یعنی بنابراین قیمت خودشون با بازار فرق کرده، یعنی 100% هر کی ثبت نام کرد سود کرده توش، بپذیریم همه رو دادن به مردم واقعی، بپذیریم اون شعارشون اجرایش، بازم 2,200,000 نفر بودن. ما 85 میلیون ایرانی هستیم، ما 27 میلیون خانوار رسمی و 31.2 میلیون خانوار غیر رسمی هستیم. 2,200,000 خانوار اگه بگیم هر خانوار یکی گرفت، تکلیف اون 25 میلیون خانوار چیه این وسط؟ تکلیف اونها چیه؟ تکلیف اون 83 میلیون نفر چیه؟ اونها چرا باید بار این 2 میلیون نفر رو به دوش بکشن؟ لذا اعلام قیمت دستوری در همه کالاها، در همه کالاها صرفاً و صرفاً یک جست مردم پرستیه، یک جست حمایت از مردمه که داره جیب مردم رو میزن. چجوری جیب مردم رو میزنه؟ نه فقط صرفاً از اینکه اون ما به تفاوت رو منتفع میشه، من میگم اصلا فکر کنین اینا آدم های سالم و عفیف و پاک و صادق همین هستن، من اصلا نمیدونم یک قرونی از اون نمیگیرن، از تورمی که دارن ایجاد میکنن. فاطمی امین وزیر سمت وعده افزایش تولید سالانه تا 1 میلیون خودرو، کاهش قیمت و حذف قرعه کشی را داده بود و در مورد وعده آخر هم راهکار جایگزینی ارائه نداده. در مورد وعده تولید هم آمارها نشان می‌دهد در 8 ماه نخست امسال حدود 590 هزار خودروی سواری تولید شده و رساندن آن به 1 میلیون دستگاه با اما و اگر مواجه است. آن هم در شرایطی که بخشی از خودروهای تولیدی به بهانه ناقص بودن در انبارهای خودروسازان مانده و سازمان بازرسی آن را مصداق احتکار خوانده است. از سوی دیگر طرح ورود خودرو به بورس مطرح است، طرحی که از همان ابتدا شورای رقابت و کارشناسان با آن مخالفت کردند و معتقدند در کنار افزایش قیمت تبعات دیگری هم به همراه دارند. سرمایه های اجتماعی به سختی به دست میاد، ولی به راحتی از بین میره، به راحتی از بین میره. شما مثلا یه جایی مثل بورس کالا رو که حالا میخوان خودرو رو بندازن توش، چند سال طول میکشه که اعتماد مردم رو جلب کنه که اینجا سالمه، میتونیم بریم ما. ولی شما کافیه مثلا یه همچین کاری توش بکنی و دیگه بگن آقا بورس کالا هم که همه سخت تهش دوزه. در این بین عملکرد مجلس به عنوان نهاد ناظر هم قابل تأمل است. در مجلس تا امروز فقط طرح‌هایی دست به دست شده و از عملکرد خودروسازان انتقاد شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده. مثلا طرح واردات خودرو که از سال 1397 ممنوع بوده مدت هاست در مجلس میچرخد، ولی شرط خاص آن واردات در مقابل صادرات خودرو، قطعه و ابزار جانبی است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در 9 ماهه نخست امسال حدود 70 میلیون دلار صادرات در این بخش ثبت شده. اگرچه کارشناسان معتقدند واردات می‌تواند عاملی برای بهبود وضعیت بازار باشد، ولی این طرح به نوعی حق حساب برای قطعه سازان است. در این حال که صادرات خودرو و قطعه از ایران آنقدر هم مشتری ندارد که پاسخگوی واردات متقابل خودرو به ایران باشد. مرحبا صنعتگران، وقت شکوفایی شده. مرحبا صنعتگران، وقت شکوفایی شده. با حضور سید فاطمی شرکت گلارایی شده. علم اگر باشد ثریا، قوم سلمان میرسد. گفته پیغمبر است، این وعده اجرایی شده. صنعت خودرو به سمت خودکفایی میرود. آفرین بر قطع سازان، اشتغال زایی شده.
کیفیت مبنای کار صنعت تولید ماست. بچه ها خود کنترل هستند، تماشایی شده. کار با علم و دانش شیوه فرهنگ ماست. خط مشی کیفی از نو صفحه